بسیار زیا هستم. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 ماه می سال 2020 است. این برنامه هم اکنون به گونه مستقیم از صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا نیز قابل دسترس است. برنامه را ما از خانه انجام می دهیم. تازه ترین ها را از افغانستان و جهان در این برنامه گنجانیده ایم. اگر روال برنامه مسئله در خود می داشته باشه و یا هم مشکل تکنیکی یا فنی دورون ما میشه، لطفا معذرت ما را پذیرا شوید. با تازه ترین ها از افغانستان آغاز می کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است که به خاطر دفاع از کشور، تأمین امنیت مردم و تأسیسات عامه و برای دفع حملات تهدیدهای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و سرکوب آنها، به نیروهای امنیتی افغان دستور داده است که در عوض حالت دفاعی، حالت تعرضی را اختیار کنند. آقای غنی این سخنان را در واکنش به حملات امروز در شهرهای کابل و جلال آباد ابراز داشته است. حملات امروز که ده‌ها تن در آن کشته شدند، واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. همکارم جلال میرزا تازه‌ترین جزئیات را در این مورد دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ما هستند. آقای میرزا بفرمایید. دو رویداد خونین امروز در شهر کابل و ننگرهار واکنش‌های جهانی و داخلی را برانگیخته. سه مهاجم مسلح امروز بر یک بیمارستان در شهر کابل حمله کردند و همچنان یک حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری در ننگرهار اتفاق افتاده که هر دو رویداد 42 کشته و 89 زخمی بر جا گذاشته. سفارت ایالات متحده آمریکا این رویداد را به شدت محکوم کرده و گفته که تروریستان مردم بیگناه را هدف قرار دادند. نماینده ملکی ناتو در تویتر خود نگاشته که این حمله وحشیانه است و این حمله را محکوم کرده و گفته که نیروهای ناتو در کنار مردم افغانستان ایستاده هستند. سفارت کانادا و همچنان وزارت خارجه پاکستان این رویداد را به شدت محکوم کردند. حکومت افغانستان هم رویداد را محکوم کرده، اما شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه نگاشته که این کار طالبان است. این رویدادها و طالبان در هماهنگی با دیگر تروریست‌ها چنین رویدادها را سازماندهی می‌کنند، اما طالبان دست داشتنش به این رویداد رد کردند و تا کنون مسئولیت این رویداد هیچ گروهی بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارش. مهاجمان مسلح پس از داخل شدن به این بیمارستان نزدیک به 5 ساعت با نیروهای امنیتی این کشور درگیری بودند. شاهدان میگویند که این مهاجمان بر هیچ کس رحم نمی کردند. نمیجه بودیم به خودیم که لحاری آمد داخل لفت بودان دروازه نیسر خود رحم میکرد نیسر کلان فقط در گیرش بمبارمی میزد. خیلی صحنه وحشتناکی بود. این بیمارستان از سوی دکتران بدون سرحد حمایت میشود. وزارت داخله این کشور میگوید که نیروهای امنیتی توانستند در هنگام عملیات بیشتر از 100 غیر نظامی و 3 خارجی را نیز نجات بدهند. یک جنایت ضد بشری را خلق کردند. در جریان 13 تن از افراد ملکی که شامل زنان و نوزادان بودند شهید شدند و یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. شورای امنیتی ملی افغانستان این حمله را به طالبان نسبت داده و گفته که این گروه با داعش، شبکه حقانی و لشکر طیبه این گونه حمله ها را مشترک سازماندهی می کنند. اما طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا این رویداد را به شدت محکوم کرده و گفته که این کار هراس افغانان وحشیانه و شیطانی است. نماینده ملکی ناتو نیز این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته که ناتو در کنار مردم افغانستان در برابر هراس افغانان ایستاده است. با این حال طالبان پیش از این گفته بودند که در شکست داعش در افغانستان نقش داشتند، اما حکومت افغانستان این ادعای طالبان را مبالغه می داند. داعش در افغانستان در پاره یک تهدید می نو زمونگر میتیز واکنه پدی که دیر خیلی اثران لری، اما در طالبان و در ایده در من لوارد نده دی که دیونیسی ثابت تولی در ایده. ریاست امنیت ملی این کشور درس پیش در یک عملیات ویژه شیخ ابو عمر خراسانی و مسئول روابط عامه و نیز مسئول استخباراتی این گروه را در جنوب آسیا در شرق کابل بازداشت کرد. هرچند نگرانی ها از افزایش فعالیت داعش در افغانستان بیشتر شدند، اما وزارت دفاع ملی این کشور میگوید که فعالیت های این گروه محدود شده است. داعش در افغانستان شکست خورده، ضربات خیلی سنگین به داعش در افغانستان وارد گردید، افراد خیلی مهم و کلیدیشان، رهبرایشان نابود گردید. فعلا فعالیت هایشان محدود است به انجام حمله های انتحاری و انفجاری و یک مقدار تحرکات بسیار محدود در
شرق افغانستان در ولایت کنر دارن و یا زیر تعقیب هستن. هر زمانی که تحرکات از یار ما پیدا بکنیم بلافاصله مورد هدف قرار میگیرن. به دنبال حمله امروز کابل و ننگرهار، حکومت افغانستان به ویژه مشاور شورای امنیت ملی این کشور میگوید حمله های دو ماه پسین طالبان نشان میدهند که این گروه در تعهداتشان به گفتگوهای سال پابند نیستند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. دوستو، در حمله انتحاری در مراسم جنازه یک فرمانده از ازبق پلیس محلی در ولایت ننگرهار هم حداقل 20 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگه زخمی شده. شورای امنیت ملی طالبان را متهم به حمله کردند، اما طالبان ادعا در مورد پیوند داشتن این حمله به او گروه را رد می کنند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار تازه ترین جزئیات را در این مورد دنبال کرده و در برنامه با ما هستند. آقای حسرت، لطفاً بفرمایید. این رویداد در ولسوالی شیوه در محل خاکسپاری شیخ اکرم قمندان پلیس محلی ولسوالی شیوه رخ داده است. شیخ اکرم دیشب در اثر حمله قلبی درگذشت و امروز هزاران تن از هواداران وی و باشنده ولسوالی شیوه در زمانی که در نماز جنازه وی اشتراک کردن، یک فرد دیهاتی مواد انفجاری همراهش را زمان صف‌بندی نمازگزاران انفجار داده است. من در مورد گزارش تهیه کردم که این گزارش را می‌بینیم. این رویداد در ساعت 11 صبح امروز سه‌شنبه در مراسم جنازه شیخ اکرم قمندان پلیس محلی ولسوالی شیوه ننگرهار در همان ولسوالی رخ داد. مقامات محلی میگویند در جمع کشته شدگان یک وکیل شورای ولایتی و در جمع مجروحین پدر وی و وکیل ولسی جرگه شاملند. در جنازه په منځ کې یو انتحاری خپل انفجاری مواد انفجار وکړي او چې زیات کسان شهیدان شول او زخمیان شول. اخري ارقام چې موږ لرو څلیرش کس شهیدان شوي دي او اتش پته کس زخمیان دي، خو کیدای شي د ارقام تغییر شي. اداره صحت ننګرهار کشته شدگان و مجروحین را هم افراد ملکی میداند. اکثرا د ای مردمای ولسی هستن، مردمای از قریه هستن که میگن که د کدام جنازه اشتراک کرده بودن. دیگر اکثرش مردمای ولسی و از قریه هست. شاهدان یعنی میگویند که فقط انفجار قوی را هنگام یاده نماز جنازه قماندان ازبق پلیس محلی شنیدند و دیگر نمیدانند. آنان از شریک مرمی بعد از وقوع انفجار نیز حرف میزنند. په جنازه کې په سب کې ولاړو چې یو دم هیو انفجار شو، انفجار نه بعد نو هیڅ څوک هم نه دی پوه شوی چې څونه زخمیان او څونه مړي. سپولیسو مدریدلو په دا وخت یو غلط شو که غلط دغه غلط سره یعنی اندازې نه زیات خلک یعنی سلګونه خلک پراته وو، حتی مړی ژوندی نه پېژندل کېدل. ټول رنګونه اوښتي وو، مثال واز ده د چا خپې د چا سر. یو غمانګیزه پېښه وه، نو هر سړی په ځان باندې پوه شوی نه، یو بیا وروسته هغې نه ډزې شروع شوې. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این حیوان مسلح را اندازی کردند. این شورا همچنان گفته است که گروه طالبان، داعش، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه های تروریستی دیگر با هم روابط دوامدار و قوی دارند و بخش از یک دیگر بوده و فعالیت ها را به گونه مشترک انجام می دهند. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که در این رویداد دست ندارند. در کنار حملات مرگبار، آفت دیگی هم جان افغان ها را در افغانستان با خطر مواجه می سازد. وزارت صحت عامه افغانستان میگه که در یک شبانه روز حداقل 281 واقعی مثبت ویروس کرونا در 24 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر اساس معلومات این وزارت، شمار مجموعی افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان به 4963 نفر و شمار تلفات ناشی از این ویروس به 127 تن رسیده است. با گفته این وزارت، بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ولایت های کابل، ننگرهار، بادغیس و هرات به ثبت رسیدند. این وزارت بار دیگر بر حفظ فاصله اجتماعی، استفاده قطعی ماسک، شستن دست ها و جلوگیری از نزدیکی با یک دیگر تأکید می کند. در این حال صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار را برای کوشش ها جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا به افغانستان اختصاص داده است.
و این اداره میگوید که یک سیستم جدی نظارتی را که شامل 3 برنامه است برای نظارت بر چگونگی مصرف این پول هم طرح کرده. عظیم صادقوف رئیس مأموریت افغانستان در صندوق بین المللی پول میگوید که تنش ها میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله بر تمام اعانه دهندگان تأثیر گذاشته و این اداره امیدوار است تا هرچی زودتر این تنش های سیاسی برطرف شوند. همکارم لینا روزبهی در مصاحبه اختصاصی جزئیات بیشتر را دنبال کرده. صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار را برای کوشش ها جهت مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان اهدا می کند. آیا این ارگان برنامه هایی را برای چگونگی مصرف این پول پیشنهاد کرده است یا خیر؟ شیوع ویروس کرونا صحت جهان را مختل ساخته و پیشرفت اقتصاد را به طور بی‌سابقه تنزیل داده است. ما تا اکنون تقاضای کمک به 50 کشور را تصویب کرده ایم و 50 تقاضای دیگر را داریم که باید روی آن کار کنیم. این ویروس باعث تراژدی جان باختن تعداد زیاد در جهان شده است. در کشورهای مانند افغانستان که این آزمون با جنگ مسلحانه همراست، برای کمک به مردم صندوق بین المللی پول از 3 طریق این پروسه را تعقیب می کند. به شمول 20 کشور دیگر این صندوق به افغانستان فرصت داده است تا قرضه های خود را الا ماه اکتبر پرداخت نکند و ما امیدواریم تا بتوانیم آن را الا ماه اپریل سال 2022 تمدید کنیم. علاوه بر آن ما بودجه معادل 220 میلیون دلار را برای افغانستان تصویب کرده ایم تا به شیوع ویروس کرونا رسیدگی شود و سوم این که ما با مقامات حکومت افغانستان روی پالیسی ها و ظرفیت سازی کار میکنیم تا از منابع مالی به شکل درست استفاده صورت گیرد. آیا صندوق بین المللی پول مکانیزمی را نیز دارد تا مطمئن شود که این پول به نیازمندان میرسد؟ و آیا شما برنامه هایی را برای مصرف این پول به حکومت افغانستان توصیه کرده اید یا حکومت افغانستان خود روی چگونگی مصرف آن تصمیم میگیرد؟ کمک های جامعه جهانی به بهبود شفاخانه ها، ایجاد لابراتوارها برای آزمایش، ایجاد بخش های مخصوص ویروس کرونا در شفاخانه ها و فراهم آوردن دیگر تجهیزات صحی و همچنان کوشش به دادن پول نقد و یا مواد غذایی به خانواده هایی که درآمد خود را از دست داده اند متمرکز است. در حال حاضر حکومت افغانستان به دلیل کمبود درآمد با تنزیل اقتصاد روبرو است. این بودجه به حکومت قابلیت فراهم آوردن خدمات ابتدایی و پرداخت معاش کارمندان حکومتی به شمول کارمندان سکتور صحی را می‌دهد و ما امیدواریم که این باعث اعتماد سازی گردد. صندوق بین المللی پول به سمت مبارزه با فساد اداری متحد است. ما با مقامات افغان روی این موضوع صحبت کرده ایم و آنان موافقه کرده اند که باید پروسه شفافیت و مسئولیت پذیری بهبود یابد و صندوق بین المللی پول تقاضا کرده که از این بودجه برای رسیدگی به امور مرتبط به شیوع ویروس کرونا استفاده صورت گیرد و حکومت افغانستان باید گزارش ها را به گونه روبوار در مورد چگونگی مصرف این بودجه نشر کند و همچنان پروسه مصرف آن نیز بررسی خواهد شد و بعداً تمام قراردادها و معلومات در مورد بنیادها و مؤسساتی که این پول را دریافت می کنند و صاحبان آن کمپانی ها که بودجه را دریافت داشتند نیز به نشر می رسد. کوشش ها برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان با آزمون تداوم جنگ و حملات طالبان همراست. این موضوع چه تأثیری را بر کوشش های صندوق بین المللی پول در افغانستان از خود بر جای گذاشته است؟ صندوق بین المللی پول در تمویل مالی پروژه ها شامل نیست و به مناطق منزوی نمی رود. ما با حکومت کار می کنیم و حمایت ملی را برای برنامه ها فراهم می کنیم. برنامه های صندوق بین المللی پول برای افغانستان روی هدف کمک به مقامات جهت محفوظیت ثبات اقتصادی و تشویق همشمول بودن برنامه های آن صورت می گیرد.
به طور مثال ما در ماه آگست سال گذشته یک برنامه نیم ساله را در افغانستان که روی اصلاحات مالی و بودجه سالانه بود ختم کردیم که در آن تدابیر برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات باعث بهبود پروژه بودجه شد و باعث بهبود ثبات مالی از طریق حمایت از سکتور بانکداری و اصلاحات آن شد و بالاخره این برنامه باعث تقویت بانک مرکزی شد. بناهن ما با ارگانها نه بلکه با حکومت مرکزی در قبال این پروژه های مالی کار میکنیم. طوری که شما گفتید صندوق بین المللی پول مستقیماً با حکومت افغانستان کار میکند. تنش سیاسی ناشی از اعلام نتایج انتخابات که در میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله جریان دارد چه تأثیری را روی صندوق بین المللی پول من حیث یک اعانت دهنده با افغانستان بر جا گذاشته است؟ تمام شخصیت های جهانی که در افغانستان شاملند با شمول صندوق بین المللی پول درک می کنند که یک موافقه همشمول سیاسی به تقویت و بهبود امور و اقتصاد که باعث زدایش فقر خواهد شد کمک زیاد می کند. صندوق بین المللی پول امیدوار است که تمام جوانب در افغانستان روی صلح دوامدار و کار با یکدیگر موافقه کنند تا یک اقتصاد شگوفا را ایجاد کرده و معیار زندگی را برای مردم خود ارتقا دهند. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. یک مقام سیاسی ارشد ایالات متحده میگوید که به کمیته مجلس شورای کنگره امروز خطرات برطرف کردن بسیار سریع محدودیت های مربوط به ویروس کرونا را بیان خواهد کرد. اما رئیس جمهور ترامپ نیز میگه او مایل است که فعالیت های اقتصادی دوباره به گونه مسئول آغاز گردد. اما والیان دموکرات را متهم میکنند که در بازگشایی کسب و کارها در ایالات هایشان ناکام بودند. محمد احمدی جزئیات این خبر را دنبال کرده. سلام آقای زیاد، به شما و بیننده های گرامی. بحث اساسی در ایالات متحده آمریکا تلاش اداره ریاست جمهوری ترامپ به بازگشایی فعالیت های اقتصادی است، اما والیان دموکرات بر برگشت به روند عادی به طور محتاطانه تاکید دارند. دکتر فاوچی یکی از چهار مقام ارشد صحی ایالات متحده است که قرار است امروز در کمیته صحت، آموزش، کار و تقاوی مجلس سنا در جلسه استماعی شرکت بکنند. موضوع این جلسه برگشتن به کار و مکتب به طور مسئول هست. در این جلسه سه مقامی که دکتر فاوچی هم شامل آنهاست از طریق آنلاین گواهی می‌دهند، زیرا آنها در پی تماسشان با یک کارمند مصاب به ویروس کرونا در قرنطینه خود خواسته هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش ترتیب شده است. دکتر انتونی فاوچی، مدیر انستیتوت ملی آلرژی و بیماری عفونی ایالات متحده، به نیویورک تایمز گفت که پیام اصلیش به قانونگذاران این خواهد بود که اگر نقاط عمده در پلان سه مرحله‌ای قصر سفید مد نظر گرفته نشود، این کشور شاهد شیوع این مرض همزمان در چند منطقه مختلف خواهد بود. دکتر فاوچی گفته است نتیجه این بی‌اعتنایی نه تنها رنج و مرگ خواهد بود، بلکه در واقع ما را به وضعیت اول تلاش به عادی سازی شرایط می‌رساند. مقام‌های صحی برای چندین هفته است که هشدار دادند رفع بسیار سریع محدودیت‌های ماندن در خانه و اجازه دادن به کسب و کارها برای از سرگیری فعالیتشان ممکن به شیوع دوباره موارد ویروس کرونا منجر گردد، که هم صحت عامه را به خطر مواجه خواهد ساخت و هم به تلاش اداره ریاست جمهوری ترامپ به سرگیری فعالیت اقتصادی آسیب خواهد رساند. پلان قصر سفید چندین توصیه را برای ایالت‌ها به منظور رفع محدودیت‌ها ترسیم کرده است که از آن جمله کاهش شمار مصابین برای دو هفته کامل ثبت گردد و همچنین سیستم‌های قوی برای ردیابی تماس‌های افراد مصاب به ویروس کرونا وجود داشته باشد. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برخی ایالت‌ها را به ناکامی در اتخاذ تدابیر برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد که عمدتاً اشارش به ایالت‌های تحت رهبری والیان دموکرات می‌باشد. Pennsylvania is an example
پنسیلوانیا یک نمونه است. اگر شما به سایر ایالت ها بنگرید، مردم می خواهند به کارشان برگردند. شمار مصابین به حد رسیده که آنان می توانند به کارشان برگردند و فقط به نظر می رسد که در ایالت های طرفدار دموکرات ها تلاش مشخص برای بازگشایی کسب و کار نیست و مردم طرفدار این کار نیستند. آنان می خواهند به کار برگردند. آنان طرفدار دیر باز کردن کسب و کار نیستند. آنان می خواهند اقتصادمان فعالیت داشته باشد. من نیز می خواهم اقتصاد فعال باشد. من می خواهم که این کار با مسئولیت انجام شود، اما اقتصاد باز باشد. رئیس جمهور ترامپ می گوید که ایالات متحده ویروس کرونا را شکست خواهد داد و پیش بینی می کند که اقتصاد به زودی به بهترین اقتصاد متحول خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را در قصر سفید به روز دوشنبه در حضور مقام‌های اداره ریاست جمهوریش بیان داشت که بعد از دو قضیه مثبت ویروس کرونا میان کارمندان قصر سفید آنان ماسک پوشیده بودند. آقای ترامپ همچنین می‌گوید که او مایل به مذاکره دوباره با چین در خصوص معامله تجارتی نیست. نه، من علاقه‌مند نیستم. ما یک توافق امضا کردیم. من درباره آن نیز شنیدم. آنان مایلند مذاکرات تجارتی را برای دست یافتن به معامله بهتر دوباره آغاز کنند. چین در بسیاری موارد برای چندین سال است که از ایالات متحده سود می‌برد. مطابق احصایه پوهنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده بیشتر از 1,300,000 نفر مصاب به ویروس کرونا را ثبت کرده و 80,000 نفر نیز تا به حال در این کشور از اثر ویروس کرونا جان باختند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در نتیجه یک آتش‌سوزی در یک شفاخانه واقع در شهر سن پیترزبورگ روسیه، 5 میبار مبتلا به کووید 19 جان باختند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که تا حال علت این آتش‌سوزی معلوم نیست و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. شمار واقعات مثبت دوستا از شیوع ویروس کرونا در روسیه به بیش از 232,000 نفر رسیده و تلفات ناشی از ویروس کرونا در این کشور اضافه تر از 2,100 نفر گزارش شده است. دوستان، با وضع محدودیت‌های بحران ویروس کرونا و تأثیر آن بر روند فعالیت مکاتب در ایالات متحده، جاهد ناصر، یکی از صدها معلم در شمال ایالات ویرجینیا، تصمیم گرفته تا صنوف درسی خود را فراتر از خانه در یک پارک فعال بسازد. جاهده روزهای شنبه صنوف تدریس قرآن را به شاگردان افغان امریکایی و پیش میبرد. او معتقد است که معلمین و شاگردان تا کنون راه های بدیل و مثبت آموزش از راه دور را فراتر از محدودیت ها پیدا کردند. شرح بیشتر از همکارم در جیلانوری در این گزارش. روزهای شنبه ساعت قبل از 2 بعد از ظهر جاهده ناصر قدم زده به این پارک میآید که در اصل صنف درسی است. به خاطر که نوز هم تدریس میکنم از خانه ساعتای کمک کرد تا کمم شده. روز تقریبا 3 تا 4 ساعت برای فول تایم مکتب تدریس میکنم، از روز دوشنبه تا روز جمعه و روزای شنبه همچنان به خاطر اکادمی تدریس میکنم. جاهد ناصر در طول هفته برای مکتب خصوصی اسلامی القلم تدریس میکرد و اکنون دورتر از اتاق صنف سنتی امارت مکتب در فضای باز شاگردان را قرآن یاد میدهد. يحسب ان ما له اخلد. او از 7 سال بدین سو از طریق اکادمی افغان مرکز فرهنگی افغانهای شمال ویرجینیا برای جوانان و نوجوانان امریکایی افغان تبار به زبان انگلیسی و دری قرآن تدریس میکند. اخیراً با وضع محدودیت های ویروس کرونا او به افغان اکادمی پیشنهاد کرد تا شاگردان خود را در ادامه درس هایشان از راه دور تدریس کند. این کار او مورد استقبال شاگردان و خانواده ها قرار گرفت. تکنولوژی بسیار بر ما مساعد است که حالا در اینجا و از امی طریق زوم مثلا امروز صنف اکادمی را قرآن شریف که درس دادم از طریق زوم شاگردار لایف میبینم و تا میتونم امو سکرین خودش شیر کنم و امو اپ قرآن شریف که دارم را چالان میکنم، باز امو سکرین شیر میکنم امرای شاگردار، از او طریق درس میتونم که شاگردار در او طرف میبینم امو سکرین قرآن شریف، ما از این طرف هم درس میتونم، هم صدای ما وامشنون و هم درس میگیرم. جاهد ناصر در صنف جدیدش در فضای باز پارک با شاگردان از طریق آنلاین کلام خداوند را مشق و تمرین می‌کند. اخلد.
شاگردان با داخل شدن از صنف آنلاین مجازی با چند کلک صفحه قرآن را می‌بینند و به مشق می‌پردازند. این معلم توانسته است بعد از صحبت با افغان اکادمی با شاگردان خود ساعات و روزهای تدریس قرآن را هماهنگی کند و اکنون می‌گوید شاگردان او به خصوص در ماه رمضان به خاطر یاد گرفتن قرآن خوشحال هستند. ماه رمضان ماه کوشش است، ماه است که نزدیکتر شویم به خداوند تعالی و ای که هر کس، هر انسان در مراحل مختلف قرار داره در زندگی خود و سر چی باید کار کنه مختلف از برر انسان. فقط ما از کوشش کنیم، سر از امون کار کنیم، چیزی که از توان ما میشه بکنیم تا به خداوند تعالی نزدیک تر شویم. جاهد ناصر مانند سایر معلمین که اکنون از راه دور تدریس میکنند از حمایت خانواده ها به خصوص انضباط کودکان موقع آموزش استقبال میکنند. دوشنبه تا جمعه که تدریس میکنم برای پرایوت سکول القلم، منیجمنت بر من آسان تر شده به خاطر که شاگردک ها خوردتر هستند، بازواد مخانه خود که هستند، بعضشان کلشان نی، اما پدرها و مادرها بسیار کمک شده امرای منیجمنت. این معلم قرآن یکی از جوانان امریکایی افغان تبار است که در امریکا زاده شده است، اما زندگی در غرب مانع رسیدن به آرزوهایش نشد که میخواست رسوم مذهبی خود را یاد بگیرد و یک روز معلم قرآن شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا امریکا، واشنگتن. خب دور از ایالات متحده امریکا، مایل ها یا کیلومترها دور در افغانستان، بانوی دیگر هم با شیوع ویروس کرونا ابتکار روی دست گرفته. ای بانو در ولایت هرات به تولید ماسکای ابریشمی آغاز کرده. خانم میگه در تلاش است تا با صادرات ماسکای ابریشمی به خارج از افغانستان صنعت ابریشم افغانستان را زنده نگه دارد. دوستا گزارش است از خلیل نورزایی که ما وعده میکنم در جریان برنامه و یا هم برنامه فردا نشر میشه. اما این هفته به نام هفته بزرگداشت از قابله ها نامگذاری شده. قابله‌ها در کشورهای مثل افغانستان نقش مهم را در نجات زندگی مادران و نوزادان ایفا می‌کنند. در شهر مزار شریف نیز قابله‌ها و نرس‌ها در هر خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و در فراهم آوردن خدمات صحی به مردم سهیم هستند. میرویس بیژن گزارش را در مورد چگونگی فعالیت قابله‌ها و زن‌های افغان در ولایت بلخ آماده ساخته. فاطمه امیری یکی از نرس های بخش رواندرمانی در شفاخانه بوعلی سینای بلخی در مزار شریف است. فاطمه که تجربه حدود 5 سال کار در این شفاخانه را دارد میگوید در شرایطی که بیماری کووید 19 سلامت جان مردم را تهدید میکند برای انجام وظیفه و کمک به مریضان به این درمانگاه میآید. یکی خو مشکل اقتصادی است که قابلا زیاد مواجه میشه با مشکل اقتصادی. دیگر جای دوردست، مثلا قابله به یک افتخار میتونه به جای دوردست برای کار بکنه. ما اگر آرامی هم نیست به این لحظه، به این شرایطی که ما کار میکنیم بازم افتخار میکنیم، چرا که ما به مردم خود خدمت میکنیم. در کنار فاطمه 350 نرس و قابله ها در یک شفاخانه اوزوی در مزار شریف و 60 مرکز اساسی و فرهی صحی در بلخ فعالیت دارند. آنها ناامنی ها، تعدید گروه های عراس افغان و ماش ناکافی را از چالش های عمدهشان عنوان میکنند. صدیقه یکی دیگر از این قابله هاست. که یک مادر مراجعه میکنه او مشکلی را که او داره پایوازش نمیفهمه، فکر میکنه مریض مکه آمد دفتن باید ولادت بکنه و ما دفتن خانه برا، اما ایره نمیفهمه که خانم ما چه پرابلم دارن. حدود یک سال پیش در افغانستان از هر 1000 کودک 257 تن آنان در انگام زایمان جان میباختن، اما حالا این ارقام با حضور و فعالیت قابله ها و نرس های مسلکی در این کشور کاهش یافته است. نظام الدین جلیل سرپرست ریاست صحت عامه بلخ نقش قابله ها را در کاهش 7% مرگ و میر مادران در این ولایت اثرگذار می داند. قابله های ما 80% می توانند در کاهش مرگ و میر مادرها، اطفال و نوزادان در سطح مراکزی نقش بسزای خود بازی بکنند. افغانستان در حال در هفته جهانی قابله ها و نرس ها قرار دارد که بر اساس آمارها مکنون حدود 400 کارمند صحی در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف،
تلویزیون آشنا صدای امریکا. برنامه دری به پایان رسید. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.